سلام، درس 37 رو شروع میکنیم با عنوان Global Problems یا مشکلات جهانی. بخش اول Natural Disasters و یا Natural Disasters که میشه بلایای طبیعی یا فجایع طبیعی. کلمه Disaster به معنی فاجعه یا بلا هست. There was a hurricane there last year. There was a snowstorm there last year. و یا There was a forest fire there last year. خب این سه تا کلمه به چه معنی هن؟ هوریکین این چیزی که در تصویر می‌بینین، باد و بوران شدید. سنو استورم باد و بوران شدید به همراه برفه. و فارست فایر آتش سوزی در جنگل هست که اینجا هم توضیح داده. هوریکین a very strong wind، باد خیلی قوی. سنو استورم a lot of snow and wind at the same time، برف و باد زیاد در آن واحد. و forest fire when it is very dry and trees catch fire، وقتی که خیلی هوا خشک و گرم و خشک در واقع و درخت ها آتیش میگیرن. to catch fire خودش یه collocation معنی آتش گرفتن. پایین تر داریم که سان فرانسیسکو has had a lot of earthquakes. میگه سان فرانسیسکو خیلی زمین لرزه داشته یا در واقع تجربه کرده. بعدی there were serious floods in the north yesterday. میگه که در شمال دیروز سیل های خیلی شدیدی اومده. serious floods. flood به معنی سیل هست. بعدی میگه که the river often floods after heavy rain. رودخونه معمولاً بعد از یک باران سنگین، باران شدید، فلاد میکنه، سیل جاری میشه، در واقع طغیان میکنه. اینجا توضیح بیشتر میده. Water goes over the river banks. بنک به کرانه رود میگن، به اطراف رود میگن. و زمانی که آب از این محدوده هم فراتر میره و حالت جاری شدن سیل داره. بخش دوم man-made problems، مشکلات ساخته دست بشر. این کلمه man-made این روزها به صورت human-made هم به کار میره. جفتشون یه معنی میده. There are too many people in some places. میگه آدم‌های زیادی که منظور جمعیته در برخی اماکن هستن. Cities are too crowded. شهرها بسیار شلوغن، یعنی پر جمعیتن. Crowd میشه جمعیت. Crowded که صفت ساخته شده ازش هست به معنی پر جمعیته. میگه شهرها خیلی پر جمعیتن. Many people are، خیلی از مردم، poor، they do not have enough money، فقیرن، پول کافی ندارن. Hungry، they do not have enough food، گرسنه‌ن، غذای کافی ندارن. Homeless، بی خانمانن، they do not have a place to live، مکانی برای زندگی ندارن. این پسوند less رو که میبینید من هایلایت کردم در واقع اشاره به نبوده یک چیزیه. مثلا homeless بدون خانه، یا اینجا wireless بدون سیم، یا مثلا لاستیک های بدون تیوب رو دیدید بهش میگن tubeless. در واقع این less پسوندیه که این حالت رو ایجاد میکنه. و یا unemployed. unemployed هم یعنی آدم بیکار بدون شغل. they do not have a job، شغلی نداره. There is a lot of pollution in many places. خیلی از اماکن، خیلی از مکانها آلوده هستند. Pollution، دقت کنیم که صدای او نمیده، میگم pollution. صدای شوا هست، همون ای کوتاه، pollution. توضیحش هم اینه که when the air, water or earth is dirty and bad for people, plants and animals. زمانی که هوا، آب و خاک کثیف هست یا آلوده است و برای انسان‌ها، گیاه‌ها و حیوانات ضرر داره، بده، شرایط مناسب نیست. The river is polluted and a lot of fish have died. میگه رودخانه آلوده شده، آلوده است و خیلی از ماهی‌ها مردن یا در واقع تلف شدن، از بین رفتن. جمله بعدی the air pollution is very bad today. air pollution به معنی آلودگی هوا هست. آلودگی هوا امروز خیلی بد بود. در
شهرها معمولا دو تا آلودگی مهم دیگه هم داریم، یکی نویز پلوشن هست که آلودگی صوتیه و دیگری لایت پلوشن هست که آلودگی نوریه، در واقع به واسطه اینکه چراغ‌های زیادی روشنه شما همه جا یک نوری رو میبینید. یکی از دلایلی که در شهرها شما نمیتونید مثلا آسمون پر ستاره ببینید به خاطر همین نویز پلوشن هست. به معنی اینکه شهر رو ترک میکنید و مثلا به یک منطقه بیابونی میرسید میبینید که آسمون پر ستاره داره. چرا؟ چون اونجا نویز پلوشن نداره، ببخشید لایت پلوشن نداره. جمله بعدی میگه که The American War of Independence started in 1775 and ended in 1783. جنگ استقلال امریکا، War of Independence. Independence به معنی استقلال هست. جنگ استقلال امریکا در سال 1775 شروع شد و در سال 1783 تموم شد. It lasted for 8 years. برای 8 سال طول کشید. فعل last یا last به معنی زمان بردن، طول کشیدن. It lasted for 8 years. The teachers are on strike today. To be on strike به معنی اعتصاب کردن. The teachers are on strike today. معلم ها امروز اعتصاب کردن. اینجا داخل توضیحات گفته که When people refuse to work because for example they want more money. به زمانی میگیم که مردم از کار کردن سرباز میزنن. To refuse to work سرباز زدن از کار. برای چی؟ برای اینکه مثلا پول بیشتری میخوان یا حقوقهای بالاتری رو مطالبه میکنن. جمله بعدی He had a car crash on the way to work. He had a car crash on the way to work. میگه که یک تصادف ماشینی داشت زمانی که به سمت محل کارش میرفت. On the way to work. یک تفاوتی بین این crash و accident هست. ما برای ماشین میگیم car crash. حالا اگر میدونید تفاوتش چیه برای من توی کامنت ها بنویسید. این توضیح این دوتا رو من در کتاب بعدی، کتاب دوم این مجموعه میدم بهتون. و بعد The traffic jams in the city are terrible in the rush hour. میگه شلوغی، ترافیک جم به این شلوغی میگه. در شهر خیلی فاجعه است، به خصوص در کجا؟ در rush hour، زمان شلوغی. خب یه توضیح بدم. کلمه ترافیک که اینجا نوشتم به عبور و مرور ماشین میگن. ما تو فارسی ترافیک رو به شلوغی میگیم، اما در انگلیسی به عبور و مرور ماشین میگن. اگه تو خیابون الان دو تا ماشین هم باشه ترافیک داریم ما. اگر شلوغ باشه که میشه heavy traffic و یا traffic jams. به این شلوغی ها مثلا چه میدونم در فلان خیابون اگه همیشه شلوغه اونجا ترافیک جم داریم. خود ترافیک هم که اون ترافیک سنگین رو میگیم heavy traffic. بذارید من به این اضافه کنم. نه اینجا بنویسمش، نشد. چراغ پاک کردم، ببخشید. heavy traffic این هست. حالا این تصویری هم که میبینید همه به هم چسبیدن رو میتونید به این شکل توصیف کنید. کلمه بامپر به سپر ماشین میگن، به این سپر. حالا اگه یه ترافیکی بامپر تو بامپر باشه یعنی سپر ماشینا چسبیده به هم، منظور این که انقدر ترافیک فشرده است که ماشینا چسبیدن به هم. به این حالت هم ترافیک سنگین رو میتونیم بهش اشاره کنیم. فراموش نکنید که تمرین های درس رو انجام بدید و اگر سوالی هم داشتید میتونید توی بخش کامنت ها مطرح کنید. تا جلسه بعدی.